چه مرد پیامبر اکرم که آقا خب باش چون عبادت میکنی ولی کار دیگه نمیکنی پس هیچی. اصلا این موضوع رو تایید نمیکردن. بریم تست بعدی. میریم سراغ تست سوممون. سراسری تجربی داریم سال 97 با قدرت. با توجه به بیان جایگاه امیرالمومنین علی علیه السلام در روایت شریفه انا مدینه العلم و علیون باباها، ببین ادامهش رو شما نداد بعد خودت بلد باشی، ایشان شیوه دستیابی به این مقام را در نهج البلاغه چگونه توصیف نمودند؟ گفتم که خود امیرالمومنین علیه السلام شیوه دستیابی به این مقام رو خودشون چگونه توصیف کردن. یادت میاد بهت گفتم ولایت معنوی، تبعیت و همراهی امیرالمومنین در کودکی با پیامبر اکرم که به این درجه ایشون رو رسون. سوال داره میگه که امیرالمومنین چگونه به این درجه علم بیکران رسید؟ گزینه رو با همگی میبینیم. گزینه اول، پذیرفتن امامت و رهبری افرادی با قابلیت‌های الهی. یعنی امیرالمومنین مگه اومد یه سری افراد قبول کرد تا به این درجه رسید؟ گزینه دوم، خیشاوندی با رسول خدا و ایمان به دستورات ایشان. مگه رب داره که با یکی خیشاوند باشه پس دیگه درجه یک میشه؟ نخیر، رسول خدا مگه فقط یک خیشاوند یعنی امیرالمومنین رو داشت؟ نخیر، کلی خیشاوند داشت. اونا به این درجه رسیدن؟ نخیر. گزینه سوم، پیروی از فرشته الهی در شب و روز برای کسب مکارم اخلاق. مطابق سری مسائل نیستش، تکمیل کامل اون مطالب نیست این موضوع. و گزینه چهارم، تبعیت و همراهی با پیامبر از ابتدای کودکی در نهایت شیفتگی. یعنی خیلی شیفتگی پیامبر اکرم بودن. خب آقا بدون مشکل گزینه چهارم پاسخ ماه. یعنی ایشون از همان کودکی تبعیت و همراهی با پیامبر داشتش. این موضوع باعث شد که امیرالمومنین به این درجه برسه، یعنی علمش دیگه وصل به علم پیامبر اکرم صلوات الله. خب تست بعدی رو با هم دیگه ببینیم. ببینیم تست چی میگه. معرفی وفادارترین فرد در عمل به پیمان با خدا، راسخترین انسان در انجام فرمان خداوند و صادقترین شخص در داوری بین مردم توسط رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم با کدام آیه شریف همزمان بودش؟ عبارت همزمانی داریم، یعنی دنبال یه آیهی میگردیم که همزمان با این سخن و این حدیثه پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم آمده، یعنی نازل شده بر پیامبر اکرم. دنبال اون آیه ایم. این حدیث همان حدیثی است که پیامبر گرامی اسلام در توصیف امیرالمومنین کنار خانه خدا، کنار کعبه بیانش کرده. کنار چه کسی؟ فردی به نام جابر که اونجا بودش. پیامبر اکرم وقتی امیرالمومنان داشتن میومدن به سمت پیامبر گرامی اسلام و جابر، رو به کعبه کرد، دست بر کعبه گذاشتند و این سخن رو فرمودند که وفادارترین فرد در عمل پیمان با خدا و بقیه قضایا این فرده. یعنی کی؟ یعنی همین علی علیه السلام که به سمت شما می آید. که در همین زمان به صورت همزمانی آیه معروف خیر البریه که برات گفتم تو درس نازل شد. پس ما تو گزینه‌ها باید دنبال این آیه باشیم که آخرش خیر البریه داره. گزینه رو با هم دیگه نگاه کنیم. خب با یه نگاه خیلی ساده آیه رو آدم پیدا میکنه. پاسخ گزینه سومه دیگه، توضیح آنچنانی نداریم چون این همون آیه است و ما انتخابش میکنیم. ولی حالا بقیه گزینه رو با هم یه نگاهی بکنیم. گزینه اول اشاره داره به چی؟ آیه تطهیر که صحبت با هم دیگه کرده بودیم. یعنی چی؟ بحث عصمت و این مطهر بودن ائمه اطهار در رابطه با چی؟ نسبت به بحث گناهان و بدیها و اینا. خب گزینه اول پس هیچ مربوط به آیه تطهیر کاری باش نداریم. ما دنبال آیه خودمون بودیم که پیداش کردیم، ولی حالا داریم بررسی گزینه‌ها رو می‌کنیم. نه دقیقاً رد گزینه، چون گزینه که مشخصه، چیزی نیاز به رد کردن نداره. گزینه اول که آیه تطهیر کاری باش نداریم. گزینه دوم و گزینه چهارم وقتی می‌فرمایید قول، یعنی این موضوع که داره گفته میشه، منظور چیه؟ خب پیامبر گرامی اسلام دیگه. که در این آیه ما این موضوع رو داریم که پیامبر گرامی اسلامی موضوع رو به مردم میگن که من از شما اجری، ببین در هر دو گزینه داریم می‌بینین کلمه اجر رو، اجری از شماها نمی‌خوام. اولا اگرم چیزی هست به خاطر صلاح خودتونه،